گلگشت برنامه است کاملا مستقل بدون وابستگی به نگرش‌های قومی، سیاسی و دینی. گلگشت کوشش می‌کند دیدگاه‌های گوناگون سیاسی، ادبی، هنری و فرهنگی کارشناسان، نخبگان و فرهیختگان را به شما ارائه دهد. با این امید که فضای گسترده‌تر برای تقابل اندیشه‌ها به دست آید. نگرش‌های متفاوت را برمی‌تابیم، پاکیزگی کلام را پاس می‌داریم و با هم به گلگشت می‌رویم. با صمیمانه ترین درودها، حسین اجازی هستم و برنامه امروز گلگشت رو با دو مهمان ارجمند در خدمتتون خواهم بود. در قسمت اول برنامه با جناب پروفسور عباس میلانی خواهم بود که معرف حضور همه شما بینندگان عزیز هستند، و در قسمت دوم قرار هست گفتگویی داشته باشیم با آقای مهدی اصلانی. من از آقای دکتر عباس میلانی بدون اینکه وقت رو بخوام برای مقدمه در واقع هدر بدم، سوالاتم رو شروع میکنم و ضمن سوالاتم نکاتی رو که مطرح هست باشون در میون میگذارم. آقای دکتر میلانی سلام عرض میکنم حضورتون. قربان، سلام به شما و به همه بینندگانتون در اقصا نقاط گیتی. بی نهایت ممنونم. جناب دکتر میلانی، این مسئله جانور عجیب و غریب و بیشاخ و دومی که پیدا شده به اسم داعش، بسیاری دارن انگشت ملامت رو به سوی سیاست‌های اشتباه امریکا، چه در گذشته چه در حال حاضر که آقای اوباما رو به ضعف سیاست خارجی محکوم می‌کنند، نسبت میدن و میگویند که زایش و پیدایش یک چنین گروهی زاییده سیاست‌های غلط غرب به طور کلی بوده. تا چه حد میشه به این اظهار نظر اعتماد کرد و قبول کرد این اظهار نظر رو؟ ببینید، از یه طرف حتما این انتقاد وارده و همونطور که خود شما هم گفتید بدون شک مربوط فقط به آقای اوباما نیست. این گروه داعش در واقع بازآفریده یک گروه القاعده در عراق که یکی از خونآشام‌ترین گروه های تروریستی دوران جنگ آمریکا با عراق بود و اونقدر خشونت به خرج داد، اونقدر آدم کشی کرد اون گروه، که القاعده به یک روایتی مرکز تجمع رهبریشون رو لو دادن و آمریکایی‌ها در یک حمله‌ای اون آقای زرقاوی و اون آقای معاونش رو از بین بردن و بعد این بغدادی که الان به اصطلاح خلیفه مسلمین هست، امیرالمؤمنین هست، اون از دل این در اومد. کل این ماجرا، کل ماجرای القاعده، کل ماجرای اسلام سیاسی که روش خودش رو تروریسم قرار داده، از دل اخوان المسلمین در اومده. اخوان المسلمین که به 1929 بودن در ایران خود ما، این ترکیب رادیکالیسم سیاسی و فعالیت تروریستی با قتل فجیع کسروی شروع شد. یعنی اینها ریشه هاشون به گمان من خیلی دیرینه تر از سیاست های غلط آمریکاست، اما سیاست های غلط آمریکا هم بدون شک به گمان من در این زمینه موثر بوده. هم به نظر من مسئولیت تا حدی به عهده آقای بوش در مسئله عراق، و هم به گمان من تا حدی متوجه آقای اوباماست، برای اینکه دیر در مقابل خشونت های آقای اسد مقاومت کرد. یعنی اگر وقتی اسد در آغاز کار آتش باز کرد به تظاهر کنندگان صلح‌آمیزی که فقط قانون اساسی و اجرای قانون و دموکراسی میخواستن، اگر غرب و آمریکا در مقابلش اون زمان وایساده بودن، اون وقت اون خلایی که از دلش این پدیده خوف‌انگیز بیرون اومد به گمان من ایجاد نمیشد. به همین خاطر متاسفانه باید گفت که هم مقداری مسئولیتش عهده غرب، هم ریشه هاش در داخل اون منطقه است، هم یه مقداری مسئولیت متوجه رژیم جمهوری اسلامی است، برای اینکه با حمایت از اسد و با حمایت از ملکی و اون فرقه گرایی که در این دو کشور علیه سنی ها رواج دادن، طبعا سنی ها رو تشجیع کردن،
تشویق کردند برای اینکه به یک چنین گروهی با یک چنین گروهی بیعت بکنن. یعنی خیلی ها به گمان من متاسفانه مسئول این هستن که این قول خوفانگیز از این سر برآورده و حالا برگردوندنش در اون جایی که قبلا میزیست زیر سنگهای تاریخ کار دشواری خواهد. خیلی ممنونم آقای دکتر میلانی. دکتر میلانی، نظرتون راجع به این که در حال حاضر گفته میشه که جمهوری اسلامی در تمام طول عمر حکومتش، روی کار آمدنش، همواره مسائلی رو در اطراف خودش دیده که ازش بهترین استفاده رو کرده و الان مسئله پیدایش ISIS یا همین داعش هم مسئله دیگری است که آب به آسیاب جمهوری اسلامی ریخته و کمکی است که به ماندگاری این رژیم خواهد انجامید. چیه نظرتون؟ برید، حتما به گمان من خیلی اتفاقات افتاده در دوروبر ایران در این 30 سال اخیر که رژیم از اون به نفع خودش ولی نه به نفع ایران. به نظر من این تفاوت خیلی مهمی است. یه اتفاقاتی در منطقه افتاد و رژیم از اونها به نفع خودش ولی نه به نفع به گمان من منافع دراز مدت ایران استفاده کرد. بالا رفتن قیمت نفت که هیچ ربطی به این آقایون نداشت، هیچ ربطی به اوپک نداشت، در نتیجه جنگ بود و اون 700 میلیارد دلار رو به دامن دولت احمدی نژاد ریخت که حالا معلوم میشه که 200-150-300 میلیاردش حیف و مل شده. خب اون ربطی به اینها نداشت، تصادف تاریخ بود. از بین بردن صدام حسین ربطی به اینها نداشت، تصادف سیاست آمریکا بود، مهمترین خصم اونها رو در اونجا از بین برد. ولی اگر تحولات منطقه رو از یه منظر دیگری نگاه بکنی، نه از اون چی که این رژیم براش از سودآور بود، ولی به عنوان یه فرصت تاریخی و ببینید که آیا اگر ایران در دست یک حکومت با کفایتی بود که منافع دراز مدت ایران رو و نه منافع فرقه‌ای لحظه‌ای حاکم رو در نظر می داشت، ایران چه فرصتی می داشت؟ از زمان فروپاشی شوروی شما نگاه بکنید، نفوذ فرهنگی، زبانی، مذهبی ایران در تمام آسیای میانه، در تمام قفقاز، نفوذ بالقوه ایران، نفوذ به قوه ایران در تمام منطقه خلیج فارس. ایران در 1975 حاکم در واقع بلا منازع خلیج فارس بود. صدام حسینی که 8 سال به ایران حمله کرد جرأت نکرد با ایران در 1974 معارضه بکنه و مجبور شد اون قرارداد رو امضا بکنه. یعنی بعد از لحاظ اقتصادی نگاه بکنید، اقتصاد ایران در حالت یک جهش عظیم بود، خروج مغزها منفی شده بود، دانشجوها همه به ایران برمیگشتند، هیچ کسی در خارج رغبتی به موندن نداشت. این رژیم در این سال، همین سالها، سالی 150 تا 180 هزار نفر از بهترین فرزندان مملکت رو داره دست میده. سالی 100 میلیارد 120 میلیارد دلار به یک حسابی صدمه این قضیه است به ایران. خب از این منظر نگاه بکنی، از این فرصت ها با تنگ نظری فرقه‌ای به نفع خودشون و برای بقای خودشون استفاده کردن، ولی یک فرصت عظیم تاریخی رو حداقل تا به حال برای مردم، از مردم ایران سخت کردن. میگم حداقل تا به حال، برای اینکه من فکر میکنم مردم ایران، جامعه ایران به یک مرحله ای از بلوغ و درایت داره میرسه که حتی این بیکفایتی ها را هم بر ازش خواهد گذشت و اون مقام بالای تاریخی رو که میتونه یک ایران با این استعدادها، با این توانمندیها، با این طبقه متوسط تحصیل کرده پیدا کنه، به نظر من پیدا خواهد کرد. خیلی متشکرم دکتر میلانی. در مورد خوشبینی شما که همواره در تمام صحبتهایی که من با شما داشتم، شما خیلی با آینده ایران خوشبین هستید، ولی عده‌ای هستند که واقعا دست شستند و ناامید شدند و معتقدند که با بقایی رو که این رژیم به دلایل مختلف پیدا کرده و ادامه حیات این رژیم، امکان این که ایران بتونه از این
به اصطلاح گودالی که درش افتاده، از این تلهی که درش افتاده بیرون بیاد خیلی بعید به نظر میرسه، به خصوص که سیاست‌های خارجی هم کوچکترین تمایلی به این که این رژیم رو بخوان برکنار بکنن نشون نمیدن که هیچ، بلکه نشانه هایی از سازش با رژیم رو ما شاهد هستیم. نظر جناب عالی چیه؟ و به خصوص نکته آخری رو که میخواستم با تو در میون بگذارم، این تبلیغات وحشتناکی است که در ایران از طریق، شاید من نگاه میکردم بیش از 17-18 رسانه تلویزیونی ساتلایتی جمهوری اسلامی با اسامی مختلف داره که در سراسر کشور و در تمام دنیا پخش میشه برنامه هاش و تبلیغ و تبلیغ و تبلیغ و انتقاد از امریکا و مرگ بر امریکا و این گونه محتویات برنامه هاش همین هاست. چیه نظرتون؟ حالا ببینید، اولا من خوشبینی در واقع دراز مدت تره، در کوتاه مدت مسائل عظیمی در ایران هست، من نسبت به اونا بی توجه نیستم و میدونم که چقدر جدی است، میدونم چقدر این رژیم نشون داده که با داغ و درفش حاضر و با خون است، خون ریزی در میان مردم حاضر خودش رو در قدرت نگه داره. میبینم که در چه مسائل مهمی با چه کوته نظری به مسائل نگاه میکنن، یعنی احتیاجی نیست که آدم خیلی چیز باشه، کافیست یه نگاه سطحی به ایران بندازه و میفهمه که بعض در کوتاه مدت وخیمه و خطیره. ولی من فکر میکنم اگر چشمانداز تاریخی بهش نگاه بکنیم، یعنی از اون چی که در سطح جامعه داره میگذره، و 14 تا فلان دارن نمیدونم 4 میلیارد دلار خرج سالانه صدا و سیما به قول خودشون میکنن، هر روز مسجد درست میکنن، هر روز یه چیز جدید درست میکنن، من نگاه میکنم این تعداد کنفرانس ها و کنگره ها و فلانی که در مورد مسائل واقعا عجیب غریبی دارن راه میندازن، ولی به گفته خودشون خریدار نداره، به گفته خودشون اکثریت مردم به رسانه های اونا نگاه نمی کنن، به گفته خودشون تعداد کسانی که به مساجد میرن هر روز کمتر شده، به گفته خودشون تعداد غرب زده ها به اصطلاح در جامعه ایران رو به افزایشه، وقتی هم که خودشون به خارج میان ایران خارج میشن، وقتی هم خودشون محتاج، فرزندانشون محتاج تحصیل هستن، به همون غرب میرن. یعنی من تصورم اینه که اون تحولی که از زیر در جامعه داره رخ میده، تعداد تحصیل کرده ها، این حضور زنان در صحنه، ببینید استقبالی که از خانم سیمین بهبهانی شد، تمام سعی این رژیم کرد که ایشون رو ساکت بکنه، سخنرانیاش رو ممنوع کرد، چهرخونیاش رو ممنوع کرد، چاپ کتابش رو ممنوع کرد، آقای خامنه‌ای بهش به تلویح حمله کرد، روزنامه‌های وابسته به دفتر ایشون دائم به ایشون حمله می‌کردن. دید مردم ازش چه استقبالی کردن؟ تازه اگر نگرانیشون کمتر بود از این که دارن ازشون عکس می‌گیرن، دارن زیر نظرشون دارن، حتما به گمان من میشه حد زد که استقبال بیشتری هم میشد. ببینید چی مردم دارن میخونن، ببینید چه کارهایی دارن از لحاظ سینمایی در میاد، از لحاظ تئاتری در میاد، اینا رو که نگاه میکنی و حرفای خودشون که میگن ما این جنگ فرهنگی رو باختیم، اونا رو کنار هم میذارید، این دستاوردهای علمی جامعه ایرانی، دستاوردهای مدیریتی جامعه ایرانی در خارج رو که کنار هم میذارید، به نظر من نمیشه ناامید بود. بعد یه مسئله دیگه هم هست، ببینید ایران 2000 ساله، از اسکندر بگیرید تا مغول، از حمله عرب بگیرید تا بیکفایتی قاجارها، همه رو پشت سر هم گذاشته و مونده چند تا کشور هستن در جهان که یک چنین میراث فرهنگی دارن و یک چنین میراث موندگاری دارن و تونستن این مهاجمین رو به معال تلطیف بکنن. ببینید خود مورخین عرب در مقابل درباره نقش ایرانی‌ها در تلطیف
اون اسلامی که از عربستان به ایران میاد چی نیستن. ابن خلدون میگه اگر ایرانی ها نبودن، اگر دمشق و نمیدونم دیگران نبودن، اسلام به قول خودش عصبیت بدوی صحرا باقی میموند. در ایران بود که شهریت پیدا کرد، شهر تدوین شد، گرامر اول عرب، زبان عرب رو ایرانی ها تنظیم کردن. اینها رو، این چشمنداز تاریخی رو با این چشمنداز امروزی اجتماعی و این فوران تفکر و فوران ابراز وجود زنها در همه عرصه ها و جوان ها در همه عرصه ها و این شگفت‌انگیز موفقیتی که ایرانی ها در خارج داشتن، چون به نظر من ایرانی های خارج هم بخشی از این ایران وسیع هستن که امروز ما باش روبرو هستیم، مرزها مرزهای تصنعی هستن، اینا رو که کنار هم میذارید، من فکر میکنم آینده نه چندان دوری برای ایران آینده بسیار بسیار درخشانی است. ولی رسیدن از این شب تیره‌ای که الان بهش دوچار هستیم تا اون فردای روشن کار همونطوری که شما میگید بسیار دشواری است. ولی دست شستن از ایران تنها نتیجهش اینه که شب دوستان و شب پرستان بر ایران حاکم بشن. اگه بخوایم نوری که در افق هست متحقق بشه، باید به نظر من دست از ناامیدی برداریم و هر کسی در حد خودش در گوشه کار خودش اون بالقوه ایران رو متحقق کنه. در اون صورت من تردید ندارم که آینده ایران بسیار بسیار آینده درخشان است. ممنونم آقای دکتر میلانی از توضیحات بسیار جامعی که دادید. آقای دکتر میلانی، اون شب بینان، اون کسانی که بدبین هستن، معتقدن که لطمه‌ای که این رژیم به تمام منابع طبیعی، به تمام زیربناهای فرهنگی ایران زده در طول این مدت 30 چند سال به قدری عمیق و وسیع هست که برگردوندن اونها به حالت اولیه اگر غیر ممکن نباشه کار بسیار بسیار دشواری است. موافقید با این نظر؟ نه، من با این نظر موافق نیستم، برای اینکه فکر میکنم درسته که ویرانی که اینها در سطح مثلا نظام آبرسانی مملکت کردن، من یک کمی چند تا مقاله در موردش خوندم، واقعا فاجعه آمیزه. این حیف و میلی که از درآمد نفت و گاز کردن، این حیف و میلی که از درآمد بقیه معادن کردن، این دزدی هایی که در سطح جامعه کردن، این بورس هایی که به فرزندان خود خرفت خودشون دادن، به قول خودشون بچه هایی که حداقل نمره ها رو نداشتن و بچه های درجه یک مملکت رو محروم کردن، اینها همه درسته. ولی در کنارش ایران در یک مسیری در حرکت داشت میکرد و بسیاری از اون نیروها در این دوران کمکان به حرکت خودشون ادامه دادن. ایران الان نزدیک 4 میلیون دانشگاهی داره، دانشجو داره در دانشگاه ها. تعداد مراکز آموزشی افزایش شگفت‌انگیزی پیدا کرده به رغم این رژیم. 60% کسانی که در دانشگاه ها هستن الان به یک روایتی خانم ها هستن. امام جمعه اصفهان میخوندم پیروزیا شکایت کرده که چرا دخترها رو در خیلی از این رشته ها اجازه میدید، چرا دختر باید در رشته مهندسی معدن تحصیل بکنه. ولی میبینیم که اینا کاری نیست. یعنی تمام این خرابی ها به رغم جدی بودنش، به رغم یعنی اون 700 میلیاردی که در دوران احمدی نژاد پرت شده، یا اون قسمتی از 700 میلیاردی که پرت شده، خب دیگه به ایران بر نمیگرده، واضحه. ولی نگاه بکنید، خیلی رقم ساده است دیگه، 700 میلیارد دلار در اون دوران به دست ایران اومده و اینا های فمیلش کردن دادن به نمیدونم به اسد 10 میلیاردش رو یه سال فلان مقدارش رو آقای زنجانی خورده، بقیهش رو دیگران خوردن. ما که جزئیات چه نمیدونیم، وقتی با هم دعوا میکنن یه گوشه شما میفهمید. ولی فقط تصور بکنید فردا ایرانی ایجاد بشه که ایران دوستانی که در خارج هستن رغبت پیدا کنن به ایران برگردن،
یا رغبت پیدا کنند به ایران سفر بکنند، رغبت پیدا کنند برای در بیان در ایران بخشی از تخصصشون رو با جامعه ایرانی شریک بشن. گفتم سالی 100 میلیارد دلار ایران داره از دست میده با خروج مغزها. خب اگر مغزها برگردن به ایران، این چند صد میلیاردی که گم شده به آسونی قابل بازگشته. 700 میلیارد دلار احمدی نژاد در دوران 8 ساله، در دورانی که به قول آقای خامنه ای انقلابی ترین و اسلامی ترین رئیس جمهور تمام دوران انقلاب بود، از بین رفته. ولی ایرانی ها در آمریکا بیش از 700 میلیارد دلار الان سرمایه درست کردن برای خود شرکت هاشون. بخشی از اینا به ایران برگرده، بخشیشون، من نمیگم فردا اگر ایران یک دولت درست حسابی داشته باشه، دولتی که قانونمند باشه، همه برمیگردن. ولی از میزان مهری که به ایران در خارج، در این جوانایی که آمدن، در این ثروتمندایی که آمدن اینجا، آدم میبینه خوشبین میشه. ببینید همین دو هفته دیگه در شهر شما این خانم دریاباری دارن یه دفتر جدید اونجا درست میکنن، بنیاد پارس، و یه مهمونی 13 هست اونجا در هتل هیلتون. خانم آقداشلو قرار MC برنامه باشن. کارش فقط اینه که پول جمع‌آوری بکنن برای ایرانیایی که تازه به آمریکا آمدن، انگلیسی بلد نیستن یا در یک نشیب زندگی هستن، یه دوران سختی رو میگذرونن، یه دوران امکاناتی ایجاد کنه، کلاس براشون بذاره. خب میدونید خانم دریاباری چرا این کار رو داره میکنه؟ اینجا کرسی درست کرده، توی کمبریج کرسی مرکز تحقیقات شاهنامه درست کرده، حمید مقدم که اینجا اومده مرکز تحقیقات درست کرده، یا دیگرانی که در همون نزدیکی شما در ایرواین درست کردن یا در UCLA درست کردن، برادران تسلیمی که کمک میکنن به فرهنگ ایران، اینا چرا کمک میکنن؟ اینا همه از اون مهر کماکان باقی مانده شون به ایرانه. یک ایران دموکراتیک، یک ایران قانونمند، یک ایرانی که قوه قضاییش مستقل و دائم خط تهدید نمیکنه، دائم خودش رو ابزار صرف رهبری معرفی نمیکنه، بلکه نماینده قانون میدونه، یک چنین ایرانی به راحتی میتونه این در واقع این مسیر خروج سرمایه معنوی و مادی و فکری که به خارج بوده رو برگردون کنه و این ویرانی هایی که اینها کردن رو به نظر من میشه جبران کرد. من خیلی به این به استعداد ایرانیان، چه اونهایی که در ایران هستن و الان امکانات ازشون سلب شده، چه اونهایی که در خارج هستن و به محض اینکه به خارج آمدن و محیط آزادی پیدا کردن، این شکوفایی عظیم فرهنگی و مالی و علمی و پزشکی و یعنی در همه عرصه ها. من این بخت رو دارم که با بعضی از این دوستان صحبت میکنم، میبینم کاراشون رو، میان دانشگاه استنفورد، اینا رو که آدم میبینه، میبینه که به رغم تمام ویرانی هایی که احمدی نژاد داره دستش کردن یا دوران قبلش رو یا در شرایط فعلی داره صورت میگیره، اون چیزی که جنم ایران و توان جامعه ایران در مفهوم وسیعش، حتی این خرابی ها هم به گمان من برمیتابه و ازش برمیگذره و اون ایرانی که در واقع جامعه امروز ایران مستحق بشه، در آینده نه چندان دور متحقق خواهد شد. های دکتر میلانی، بی نهایت سپاسگزارم. مثل همیشه یک فهرست طولانی دارم از سوالاتی که با شما در میون بگذارم. متاسفانه فرصت برنامه تلویزیونی همیشه کوتاه هست. امیدوارم در هفته های آینده اگر فرصتی داشته باشید مزاحمتون بشم، به خصوص که دوست دارم راجع به این اقدام، آخرین اقدامی که سرکار خانم بیتا دریاباری دارن صورت میدن، ما صحبت بکنیم و بینندگانمون رو در جریان اون بگذاریم. بی نهایت ممنونم از شما، خداحافظی میکنم با تشکر فراوان. شما متشکرم.
بینندگان عزیز با ما باشید. میرویم برمیگردیم و صحبتمون رو با دومین مهمان برنامه امروز آقای مهدی اصلانی آغاز میکنیم. من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه این خوشه چینم، شادم از پیشه خوشه چینی، رمز شادی بخوان از جبینم. قلب ما بود مملو از شادی بی‌پایان، سعی ما بود بحر آبادی این سامان. خوشه چین کجا عشق محنت به دامن ریزد، خوشه چین کجا دست حسرت زند بر دامان. بینندگان گرامی، همونطور که در آغاز برنامه امروز خدمتتون عرض کردم، مهمان ارجمند این قسمت برنامه من که مهمان شهر لس‌آنجلس، شهر فرشتگان هم هستند، آقای مهدی اصلانی، یکی از مبارزین سیاسی، فعال سیاسی مستقل، نویسنده کتاب بسیار خواندنی که 4 بار به چاپ رسیده تا الان و نشانگر استقبال هموطنانمون هست از این کتاب، خاطرات زندان آقای مهدی اصلانی است. آقای اصلانی در سال 1363 دستگیر شدند توسط رژیم جمهوری اسلامی، تا پایان کشتار بزرگ در زندانهای مختلف ایران، زندان کمیته مشترک، زندان اوین، قزلحصار و گوهردشت زندانی بودند و در زمان کشتار بزرگ در بند 8 زندان گوهردشت بودند که این بند و بندیان اون روز شاهد بسیاری از جنایات و خونریزی های این رژیم بودند. و من فراموش نمی کنم که حدود 12 سال پیش یا 13 سال پیش، هنگامی که برای اولین بار در برنامه رادیو این با آقای مهدی اصلانی صحبت می کردم، ماجرای مسائلی رو که روبرو بودند و اون کشتار 67 رو شاهد بودند، من رو به قدری دگرگون کرد که مدتی در برنامه سکوت پیش آمد و نمیتونستم ادامه بدم برنامه رو. بهشون خوش آمد میگم و امیدوارم که در طول مدت اقامتشون در لس‌آنجلس برنامه هایی که داشتن به خوبی پیش رفته باشه. خوش آمدید آقای اصلان. متشکرم. سلام میکنم به شما آقای حجازی عزیز، از این طریق به تمامی بینندگان محترم برنامه‌تون و به تبع به تمامی هموطنانم، به ویژه در میهن غارت شدم ایران، برای تمامی شما روزگاری به سامان آرزو میکنم. در خدمتون هستم به عنوان یکی از شاهدان نیمه جان و جان به در برده از اون کشتار مخوف. به قدر بضاعت دانسته هم و یک شاهد به پرسش های شما پاسخ بدم. تابستان 67 آنگونه که می دانیم، اولین و آخرین شاید فرمان روایی حکومت جنون نبوده، اما ویژگی هایی رو داشته، به ویژه در گزیدار شدن شیوه کشتار که اون رو متمایز میکنه از بقیه کشتارهای حکومت اسلامی در طول بود نامبارکش، و به گونه ای شاید اون رو بشه هنجار جنایت در حکومت فقها نامید. کلام ممنوع است در این حکومت و تا این لحظه البته به عنوان یک راز دولتی باقی مونده، چرا که هیچ دولتمردی، مطلقاً هیچ دولتمردی تا کنون سخنی از اون توحش غریب و شرمگینانه به زبان نیاورده. و تا زمانی که حکومت اسلامی پابرجاست، تابستان 67 پرونده ایست هنوز ناگشوده. در خدمت شما هستم. بی‌نهایت ممنونم جناب اصلانی و همونطور که عرض کردم خیلی خوشحالم که در کنار شما هستم. برای اولین بار ما رو در رو با هم دیگه صحبت میکنیم. شما زحمت کشیدید به استودیو تشریف آوردید، با مشکلاتی هم که اینجا هست و عدم امکاناتی رو که لازم هست. آقای اصلانی، من میخوام در رابطه با نکته‌ای رو که اشاره کردید که تنها کشتار 67
یکی از کارهای جنایت‌آمیز و جنون‌آمیز این رژیم نبوده، ادامه این کشتارها و به خصوص امروز که روز پنجشنبه است، ما این برنامه رو در خدمتتون داریم ضبط می‌کنیم در لس آنجلس، مصادف هست با روزی که رژیم شروع می‌کنه به نوبت رو می‌بره به طرف چپی‌های ایران. توضیحاتی در این مورد بدین لطفاً. بله، امروز من اگر به 26 سال قبل برگردم، ای کاش من میتونستم و این توان در من بود تا تمامی اون چیزی رو که مشاهداتم بوده رو امروز با شما و بینندگان محترم بخش بکنم، اما واقعا این توان در من وجود نداره و من پوزش میخوام از تمامی یارانم که دیگه اینجا نیستند تا اون روایت درد رو بگن. هرچند برای اینکه بدونیم دریا چه مزه‌ای میده، تنها چشیدن جرعه‌ای از او کافی است. 26 سال قبل درست در 5 شهریور پروژه چپکشی در زندان گوهردشت که من اون زمان ساکن بودم و به اصطلاح در دو زندان دیگه، این زندان اوین که دو مرکز اصلی کشتار در تابستان 67، میدونید که زندان اوین و زندان گوهردشت بوده، آغازیدن میکنه. میدونیم کشتار تابستان 67 از هفته اول مرداد ماه آغاز میشه، یعنی دقیقا از روز 8 مرداد ماه این پروژه کلید میخوره. بر اساس اون چیزی که در کتاب خاطرات آیت الله منتظری قید شده، غروب 6 یا 7 شهریور حکم رو از آقای خمینی میگیرند، تباهی و نفرین نامه مذهبی رو میگیرند که خب این ثبت شده در همه جا و در حقیقت در این خاطرات افشا شده به گونه این حکم. این حکم میدونید که مستقیما خطاب به حجت الاسلام حسین علی نیری، بله، ریاست دادگاه در واقع حاکم شرع اون زمان صادر میشه. دو همراه و همکار ایشون، یکی مرتضی اشراقی به عنوان دادستان و دیگری آقای مصطفی پورمان. همون کسی که اشراقی همونیست که وابسته خمینی هم بود؟ نه، این مرتضی اشراقی با اون اشراقی که روحانی بود متفاوته. مرتضی اشراقی در حقیقت نقش لاجوردی در سال 60 رو داشت به عنوان دادستان. حاکم شهر آقای نیری بودن که تقریبا موقعیتی شبیه گیلانی سال 60 رو داشتن. همچنین حجت الاسلام پور محمدی که الان وزیر دادگستری در حکومت آقای روحانی هست. میدونیم به واقع اکثریت قریب به اتفاق کسانی که در اون کشتار دست داشتند مقامات بالایی هم ارتقاء مقام پیدا کردند، مثل آقای مثلا حجت الاسلام رئیسی، حجت الاسلام رازینی و کسان دیگه، حجت الاسلام آقای شیخ محمد مقیسه یا ناصریان معروف که یکی از عوامل کلیدی کشتار در زندان گوهردشت بود. ایشون امروز ریاست یکی از دادگاه‌های بخش‌های دادگاه انقلاب در تهران رو عهده‌دار هستن. به واقع به گونه‌ای ارتقاء مقام پیدا کردن، یعنی جایزه بهشون دادن. به واقع همینطور آقای حجازی عزیز، و آنگونه که من در ابتدای صحبتم خدمتتون عرض کردم، تا این لحظه کشتار تابستان 67 به عنوان یک راز دولتی باقی موندن، یک سر دولتیه. اساساً سریت و فریب دو بنمایه کشتار تابستان 67 بوده. امروز 5 شهریور من در بند 8 زندان گوهردشت بودم، نزدیکای زور صداهای در حقیقت پاکوبیدن دوستانمون که در بند بالای ما بودن، یعنی بند 7 به گوش رسید. ما تصور میکردیم علائمی رو میدادن که به واقع دارن جابجایی توی من صورت میگیرن. اما زمانی بود که هیئت مرگ از 5 شهریور در زندان گوهردشت مستقر شد. ما میدونیم از هفته اول در واقع مرداد ماه، یعنی از تاریخ 8 مرداد ماه، مجاهد کشی در زندان گوهردشت و زندانهای دیگرمان کلید خورد. به واقع ما اگر یک کمی به عقب برگردیم، 27 تیر ماه روز در واقع پذیرش قطعنامه، 29 نوشیدن جام زهر، 3 مرداد ماه آغاز عملیات فروغ یا آنچه که حکومتیان مرصاد نامیدن در جبهه غرب کشور، که سازمان مجاهدین نیروهاشو بسیج کرد با شعار امروز مهران فردا تهران، اومدن تهران رو فتح بکنن. این عملیات
بهانه‌ای بود در دست حکومت و نه دلیل اصلی. من مکس میکنم روی این و تأکید میکنم دلیل اصلی کشتار نبود، دلیل اینکه کشتار از قبل برنامه ریزی شده بود، اما این عملیات بهانه مناسبی بود برای اون تصمیمی که از قبل گرفته بودن. از هفته اول مرداد ماه من پوزش میخوام همینطور سرسپی دارم گذر میکنم دلیل زیغ وقت، دلیل اینکه نمیخوام سرخم کنم روی تحلیل و بیشتر به عنوان یک شاهد شهادتم رو در اون چیزی که من دیدم، شاید بینندگان ندیده باشن، من به تماشای در حقیقت بینندگان رو شاید تو این لحظات کوتاه به تماشای اون چیزی که در راهروهای مرگ و کریدورهای مرگ در زندان رجای شهر یا گوهردشت اتفاق افتاد ببرم. هشتم مرداد ماه آغاز میشه پروژه مجاهدکشی در زندان گوهردشت، دست کم اونجایی که من بودم، تا 23 مرداد ماه این ماجرا ادامه داشت. 23 مرداد ماه بر اساس اون چیزی که در خاطرات آقای منتظری اومده عنوان میکنن که هیئت مرگ رو میخوان در قم، آقای نیری اشراقی و پور محمدی رو. 23 مرداد ماه 26 سال پیش روز آغازین محرم بوده، آقای منتظری میگن که دست کم در محرم کشتار رو قطع کنید یا زنها رو دیگه نکشین، که آقای نیری با تمسخر میگه ما یه تعدادی رو زدیم، یه تعدادی 600-700 تا هم جدا کردیم، اینا رو هم که زدیم بعد چشم هر چقدر هرچی که شما فرمودین همون رو انجام میدیم. بین 23 4 مرداد ما تا 5 شهریور ما در زندان گوهردشت با یه سکوت و یک در حقیقت انگار گرد مرگ کشیده بودن. بله، چون در حقیقت داشتن جا به جا میکردن، انگار تنفس داشتن میکردن. میدونیم که ما این بندی که شما در توضیح مقدماتیتون فرمودین بند 8 زندان گوهردشت موقعیتی داشت که انتهای زندان واقع شده بود، چون زندان گوهردشت آپارتمانی بود، در واقع بلوکای 3 طبقه بود. بند 8 و 7 در جایی قرار گرفتن زندان به پایان میرسید، قسمت اداری در واقع آغاز میشد، از جمله مشرف بود از لای اون کرکره‌های فلزی بند آخرین اتاق بند 8. ما می‌دیدیم که در اون تابستان مرگ مشرف بود به حسینیه و آمفی‌تئاتر زندان گوهردشت، یکی از دو مکان اصلی اعدام‌ها بود. می‌دونید که کسانی رو که به واقع به مرگ محکوم می‌شدن به حسینیه و آمفی‌تئاتر زندان گوهردشت رهنمون می‌کردن، اونجا دارهای 6 ردیفه از قبل تعبیه شده‌ای بود که دوستانمون رو 6 به 6 روی اون دارها می‌کشیدن. ما از لایل کرکره‌های فلزی آخرین اتاق بند 8 شب‌هایی که گرمای جهنمی مرداد ماه تهران در 26 سال پیش نگاه می‌کردیم، کامیون‌های یخچالدار حمله گوش جای پارک کردن، بر ما دانسته نبود که چه اتفاقی داره می‌افته، جای پارک کردن. به واقع این گونه بود که بعد از اینکه دوستان رو اعدام می‌کردن و بعضی از شب‌ها ما می‌دیدیم که کسانی با در واقع جایی رو دارن سمپاشی میکنن و با ماسک بله جایی رو دارن سمپاشی میکنن، ما نمیدونستیم ماجرا چیه، چه اتفاقی در واقع داره میفته. وقتی که تو اون گرمای جهنمی مجاهد کشی در حقیقت حرف اول بود، اینها رو توی کامیون های یخچال داره حمله گوشت قرار میدادن و به مکان هایی که تا این لحظه مشخص نیست. آقای اجازی عزیز، پس این گورستان های کم عمقی که یک بار به من توضیح دادید الان خدمتتون عرض میکنم، ببینید در تابستان 67 چون حکم و فرمان و اون تباهی به تمامی مذهبی بود و از جانب بالاترین مقام سیاسی مذهبی آیت الله خمینی که دیگه چه تکرار نامش توهین به دنیای مدرن تلقی میشه، من سعی میکنم کمتر این اسم رو به کار ببرم، از جانب ایشون صادر شده بود، تمامی موارد به گونه مذهبی در حقیقت عملیاتی شد. میدونیم بر اساس حکم ایشون و بر اساس فتواشون قبرستان و دفنگاه مسلمان و غیر مسلمان میبایستی که از هم جدا بشه. ما میدانیم در آن تابستان مرگ سهم چپها در حقیقت غیر مسلمین گورستان خاوران بوده که خب لابود به غسل و کفن احتیاج نداشتن، بردن اونجا در گورهای جمعی دفن کردن، اما از دفنگاه هزاران مجاهد اعدام شده در اون تابستان سیاه که به قاعده مسلمان بودن و میبایستی که در گورستانهای عمومی دفن اونها رو کرده باشم هیچ نمیدانیم، به تمامی جزء اون پازل های گم شده این کشتار تابستان 67. ما سرنوشت و دفنگاه هزاران مجاهد اعدام شده در مرداد ما تقریبا هیچ نمیدونیم. امکان این که در آینده این معلوم بشه هست؟ یعنی امید داری؟ جناب اجازی عزیزم، در تمامی
تجارب تاریخی، اون جایی که حکومت‌های توتالیتر و دیکتاتور زمینگیر شدن، یکی از مکان‌هایی که مورد توجه مجامع بشری و کسانی که به حقوق انسان فکر می‌کنن یافتن گورهای جمعیه. چون گور جمعی در هر آینی نشان از کرامت، نشان از زیر گرفتن کرامت انسانی داره. گور جمعی نشان از یک جنایت ویژه و استثنایی داره و یک موقعیت استثنایی. معمولا بعد از افتادن حکومت ها میرن گورهای جمعی رو پیدا میکنن. خوشبختانه در بود نامبارک این نظام، مادران و همسران درد جایی رو به عنوان خاوران پیدا کردن و یافتن اونجا رو با خراشه خون و ناخون، استخوان کشیدن از اونجا بیرون، پیهن کشیدن از اونجا بیرون، این مکان رو به محلی برای فراموش نکردن بدل کردن. بی تردید خاوران تنها گورستان مرگ‌کوروشان نیست، اما مشهورترین اونهاست. و بعد از زمینگیر شدن حکومت اسلامی بی تردید گورهای جمعی دیگر و گورستانهای ناشناخته دیگری حتما کشف خواهد شد که تا این لحظه هیچ سخن نگفتن. و شناعت در واقع از شناعت های کشتار تابستان 67 نیز در همینه که هیچ دولت مردی، چه کسانی که از قدرت پرت شدن بیرون، چه کسانی که کناره گرفتن، تا این لحظه از اون کشتار بزرگ تقریبا هیچ نگفتن. علت اصلیش هم صد و خط قرمزی به نام خمینی و خمینیزمه. اون جایی که ایشون نقش داشته به واقع خط قرمزیه که نمیتونن عبور بکنن از آقای اصلانی. آیا هیچ رقم دقیقی از تعداد قربانیان مجاهد و چپی ها در دست هست؟ در تابستان 67 ما یکی از مشکلاتی که در ارتباط با آمار در اختیارمون هست، همونا تعداد کشته شدگان و اعدامیان سازمان مجاهدین خلقه. باز آنچنان که میدانیم این سازمان چندین برابر نیروهای چپ اعدامی داده در تابستان 67. در شهرستان‌ها تقریبا حوزه نادانسته‌های ما، چه بسا در پاره موارد بیش از دانسته‌هامونه، یعنی ما خیلی چیزها رو نمی‌دونیم. اما اون چیزی که در کتاب خاطرات آقای منتظری برش اشاره رفته، رقم حدود 3700-800 نفری که ایشون ذکر می‌کنن، آقای منتظری این آمار رو در حقیقت از کانال‌هایی به دست آورده، حکام شرعی بودن که باهاش ارتباط داشتن در اون زمان، چون ایشون به هر حال فرد دوم نظام بودن. میدونید اصلا کشتار تابستان 67 از کجا نشر میکنه؟ از استان خوزستان. آنچنان که در خاطرات ایشون اومده، حجت الاسلام احمدی روزی در قم به حضور ایشون میرسن و میگن آقا چه نشستین دارن میکشن، زمانی که دارن مجاهدا رو میکشن، چه نشستین که دارن کشتار میکنن؟ و اصلا از اونجا افشا میشه این خبر. حکام شرعی که در حقیقت مرتبط بودن و اطلاعاتی که ایشون داشته روی رقم بین 3700-800 نفر حداقل. اون چیزی که من خودم هم در واقع کار تحقیقی که کردم و خیلی از دوستان دیگری که روی مسئله آمار حساس بودن و مکس کردن، نشان از حدود 4000 نفر میده حداقل. یعنی ما یک حداقل داریم و بعد با درصدی از خطا اون میتونه بالا و پایین بشه، اما دست کم حدود 4000 نفر رو در فاصله یک ماه در بیدادگاه‌هایی که میدونید حتی نام جایی که ما رفتیم مقابلش قرار گرفتیم و دادگاه نبود، چون من اولین بار این رو در زندان گوهردشت، بار اولی که میخواستم مقابل هیئت قرار بگیرم، نگهبانی که ما رو میبرد گفت آماده به نزد هیئت، چون نگفتن این هیئت اصلا چه هیئتیه. به برخی از دوستان گفتن هیئت عفوه، دارن بررسی میکنن بعد از ماجرای جنگ و اینا. این فریب یکی از جان مایه های کشتار تابستان 67 بوده تا این لحظه، فریبی که سر تا سر جمهوری اسلامی ما در زمین های مختلف شاهدش بودیم. چیز جدیدی، یعنی این فریب، فریبکاری، دروغ، در واقع لاپوشانی و این گونه مسائل جزو سیاست های اصلی بوده. بله آقای اجازی عزیزم، ما هرگز در تاریخ سیاسیمون شقیتر، بیرحمتر و دروغگوتر از نامی به نام روح الله خمینی نداشتیم. کسانی که این روزها مدام این آوای شوم رو سر میدن که خشونت رو 50-50 میکنن و نقش بخصن برخی از گروه های سیاسی رو با نقش حکومت یکسان میپندارن، به واقع یک رو
آمدانه دارن دستکاری میکنن حافظه تاریخی رو، یک جعل تاریخی رو مرتکب میشن. بگمانم کشتار مخالف و حذف فکر مخالف از هنگامی که چرخهای ایر فرانس بر مسافر نوفل شاتو رو پیاده نکرد و روی آسمون مهرآباد باز نشده بود، از همونجا کلید خورد. آقای خمینی از همون زمانی که نوفل شاتو زیر اون درخت سیب تسبیح میچرخوندن میدونستن همه رو باید بزنن، زورشون نمیرسید. اون زمان فریب دادن، بسیاری رو فریب دادن، تسبیح چرخوندن، بهانه ساختن. یکی از بهانه سازترین نظام های تاریخ، بهانه مناسب رو ساختن و یک به یک آسیاب به نوبت رو پیش بردن و این خط خونین از نوفل شاتو تا کهریزک و تا به امروز به گونه ای در تاریخ شاید گرد ما و تاریخ مدور ما مدام داریم. ما دور این چند میدونین چهار نفر ابتدایی اعدام های در حقیقت انقلاب در اون پشت بام کشی معروف رو هنوز آقای خلخالی حکم نگرفتن، خود ایشون حکم میده. یعنی حکم آقای ناجی، رحیمی، خسروداد و تیمسار نصیری رو ایشون حکم میده. در صحیفه نور که مجموع آثار ایشون هست، در یکی از جلداش جلد 6 تصور میکنم صفحات 200 و 300، جایی عنوان میکنن که آقای بازرگان اینها میرن اعتراض میکنن، که نه اعتراض به کشتارا، که آقا ما اینا رو داریم میکشیم، یک دادگاهی، یک به هر حال فرمالیته، یک چیزی ترتیب بدیم که چون جهانیان دارن به ما نگاه میکنن به عنوان یک انقلاب و اینها، بعد یک دادگاهی بکنیم. بعد که ایشون اونجا مطرح میکنن که دادگاه مال بشره، اینا از بشر خارج هستند. صحیح. یعنی به واقع آقای خمینی یک فکری رو داشتن، چیزی به نام مردم، چیزی به نام خلق وجود نداره، مطلقا وجود نداره. و ما با یک واژه و با یک معنا به نام امت مواجه هستیم. هر کس از امت اسلامی خارج باشه اصلا جزء بشر محسوب نمیشه و حقوق بشر در موردش رعایت نمیشه. یعنی اصلا گفتم به ویژه اینجا من میل دارم این مکس رو بکنم که در دهه اول که هنوز از جانب کسانی، از جانب کسانی که به اصلاح طلب هستن و هنوز به گمانم اصلاح نشدن، دهه طلایی نامیده میشه. در این دهه اول که سیاه ترینه، یعنی میدونید سال 58 اگر شروع بکنیم از 22 بهمن 57 تا خرداد 58 که آقای خمینی فوت میکنن، دهه اوله. در این دهه اول مطلقاً چیزی به نام گفتمان حقوق بشر و گفتمان مردم سالاری مطلقاً وجود نداره و این دوستان در واقع چپ‌های مسلمان دیروز که بعدا به اصلاح طلبی شهره پیدا کردن، نقض حقوق بشر و تاریخ نقض حقوق بشر رو از زمانی که خودشون مورد ستم واقع شدن کلید میزنن. پیش از اون رو در واقع اساسا در این تاریخ ما یه پرانتز داریم، در این دره پرخون این تاریخ رو در حقیقت دفن میکنن و یک جور حذف آمدانه میکنن. خیلی ممنونم آقای اصلانی عزیز. ما یک دقیقه و نیم که بخوام دقیق بگم فرصت داریم. شما رو به جرم اینکه مجاهد بودید، به جرم اینکه من در سازمان فدایان خلق ایران بله در حقیقت در نیمه دوم سال 63 توسط تیم آدم ربایان وزارت اطلاعات در یک گشت خیابانی من دستگیر شدم و بله. تا پایان کشتار بزرگ رو در زندان‌هایی که گفتید و همونطور که گفتید واقعا شما یکی از معدود شخصیت هایی هستید که کلام منطقی و اون چیزی که از دهان شما شنیده میشه اینقدر بر دل می نشینه و اینقدر صمیمی و واقعی هست که هر فردی رو به فکر وامی داره. و اگر رژیم فکر میکنه که با لاپوشانی، با کتمان اون جنایت هایی که کرده میتونه اون کارهای عجیب و غریب و خونریزیاری که کرده در واقع زیر یک پوششی قرار بده، سخت داشته باشه. سخنرانیتون در لس آنجلس بسیار انعکاس جالبی داشت. همه دوستانی که اونجا بودن، من متاسفانه این شانس رو نداشتم که اونجا حضور داشته باشم، ولی بسیار بسیار مثل همه صحبتهایی که شما کردید، مثل نوشته هاتون مؤثر بوده و امیدوارم در راهی که پیش گرفتید و کوششی رو که میکنید به عنوان یک فرد به تمام معنا زنده، نه نیمه جان که خودتون اشاره کردید در طی صحبتتون، به سالهای نه سالهای طولانی بلکه به زودی بتونید با این صحبتها عده‌ای رو که هنوز در خواب هستن بیدار بکنید.
سپاسگزار هستم از شما و اینکه این فرصت رو در اختیار من قرار دادین تا بخشی از مشاهدات و شهادتم رو با شما و بینندگان محترم برنامه‌تون قسمت بکنم. بی‌نهایت سپاسگزارم. امیدوارم در آینده ما بتونیم از طریق اسکایپ و تلفن با شما در تماس باشیم همونطور که من بودم در گذشته. بی‌نهایت سپاسگزارم. روزتون بخیر. بینندگان گرامی، برنامه امروز گلگشت متاسفانه با توجه به ضیق وقت فراوان با دو مهمان ارجمند به پایان رسید. تا هفته آینده همه شما رو به خدا می‌سپارم. روز و روزگار به شما خوش.